در این آموزش قصد داریم با نحوه استخراج پیام جاسازی شده توسط روش DCT و با استفاده از روش کوانتیزه کردن در نرم افزار مطلب آشنا بشیم در ادامه آموزش قبلی ما داشتیم در آموزش قبلی که چطور میتونیم با استفاده از کوانتیزه کردن و با یک پارامتر قدرت S جاسازی رو در داخل یک ذریب خاص از تبدیل DCT مون انجام بدیم در اینجا هم میخوایم ادامهش رو ببینیم چطور میتونیم هر یکی یکی از اون ذرایب رو مورد تحلیل قرار بدیم تا بفهمیم که چه بیتی از پیام در داخل اون ذریب قرار گرفته مشاهده کردیم در روش جاسازیمون که برای جاسازی کردنمون میایم ضریب ذریب دی مون رو مربوط به مثلا بلاک خونه شماره دو دو رو اومدیم تقسیم کردیم به یه پارامتر قدرت فلورش رو محاسبه کردیم و مجددا ضرب کردیم در یک پا همون پارامتر قدرته اگر عدد یک باشه سه چهارم اس بهش اضافه کردیم و اگر عدد صفر باشه یک چهارم اس بهش اضافه کردیم حالا با دانشی که الان داریم ببینیم استخراج به چه صورت هست استخراج به این صورته که ما اومدیم یک extracted مسیج 8 در 8 با مقادیر تماما صفر ساختیم میخوایم در داخل اون بیت های پیاممون قرار بگیره حالا میایم و تصویرمون رو مجددا مورد بلاک بندی 64 پیکسل در 64 پیکسل قرار میدیم در واقع ما بلاک های 64 پیکسل در 64 پیکسل رو به دست میاریم و در متغیر بلاک قرار میدیم تبدیل دی سی تی رو محاسبه میکنیم و در متغیر دی سی بلاک قرار میدیم باید دقت داشته باشیم که این مراحل در فاز جاسازی هم به همین صورت تکرار شده برای جاسازی نهایی نقطه‌ای که وجود داره این چند تا خطی هستش که ما اینجا مشاهده می‌کنیم این ضریبی که در حال حاضر وجود داره در متغیر دی سی تی بلاک خونه شماره دو دو ما اینجا داریمش در واقع ضریبی است که حاوی پیام هست ما میایم اون ضریب رو به پارامتر قدرتمون که مشترک بین فرستنده و گیرنده تقسیم میکنیم فلور شما محاسبه میکنیم و در اس ضرب میکنیم هر چی که به دست اومد رو از ضریب فعلی کسر میکنیم و یک مقدار به دست میاد که اون مقدار مقداری هست که ما میتونیم بر اساس اون تصمیم گیری کنیم که آیا مقدار یک در اون بلاک یا اون ضریب بوده یا مقدار صفر برای مثال ما گفتیم اگر بخوایم اگر ضریب اصلیمون در مرحله جاسازی عدد دوازده و نیم یا دوازده باشه عدد دوازده اگر باشه با جاسازی پی... بیت پیام یک در داخل اون مقدارش تبدیل به هفته و نیم میشه حالا فرض کنیم که مقدار ما هیفته و نیم هست هیفته و نیم اگر بر اس تقسیم بشه که همون عدد ده بود تبدیل به عدد مجدد ده میشه و اگر تبدیل به عدد یک میشه و اگر زبدر دهش کنیم عدد ده به دست میاد بنابراین اگر بیایم 17 و نیم رو من های عدد ده کنیم مقدار موجود در متغیر دسیشن برای ما هفت و نیم به دست میاد در این قسمت مشخص میکنیم که آیا هفت و نیم نماینده عدد یک بوده یا عدد صفر میگیم اگر دسیشن عدد از اس دوم بیشتر باشه یعنی مثلا از پنج بیشتر باشه نماینده عدد یک هست و اگر از پنج کوچکتر باشه یا از اس دوم کوچکتر باشه نماینده عدد صفر هست ما به سادگی تونستیم یک جاسازی رو انجام بدیم و استخراجش رو متناسب با روش کوانتیزه کردنی که در مرحله جاسازی استفاده کرده بودیم انجام بدیم و استخراجمون رو با دقت خوبی انجام بدیم حالا یک نکته که وجود داره این ارور هست این ارور باید مقدارش چی باشه؟ صفر باشه قاعدتا باید صفر باشه در حالتی که ما هیچ گونه حمله ای بر روی تصویرمون نداشتیم و یا به عبارتی تغییرات خاصی بر روی تصویرمون ایجاد نشده که بیت های پیاممون تغییر کرده باشن و با ما انتظار عدد غیر صفر رو داشته باشیم حالا یک اجرا میگیریم ببینیم که خروجیمون به چه صورت هست و مقدار ارور چه مقداری قرار میگیره میبینیم که اینجا مقدار ارور برابر با دو شده حالا یعنی دو تا خطا وجود داشته ببینیم که آیا پارامتر قدرتی که ما اینجا مشخص کردیم تاثیر داشته احتمالا پارامتر قدرت گفتیم باید به صورت هوشمندانه انتخاب بشه پارامتر قدرت رو با مقدار صد مقدار دهی میکنیم میبینیم که ارورش با مقدار صفر تنظیم شده در واقع باید دقت داشته باشیم که این پارامتر قدرت خیلی خیلی حیاتیه و برای انتخاب پارامتر قدرت خیلی از روش های هوشمند و میان استفاده میکنن مثلا میان از روش های تکاملی استفاده میکنن روش های ژنتیک استفاده میکنن تا بفهمند که چه پارامتر قدرتی مناسب این پارامتر قدرت هست که هم بافت تصویر رو زیاد تخریب نکنه و هم بتونه در برابر تغییرات تصویر مقاوم باشه و اطلاعات پیاممون قابل استخراج شدن باشه در این آموزش با نحوه استخراج پیام جاسازی شده در روش DCT با استفاده از روش کوانتیزه کردن در نرم افزار مطلب آشنا شدیم